سلام به همه دوستان خوبم، بچه های خوب کلاس هشتم، دخترهای خوبم، پسرهای عزیزم در سراسر ایران عزیزمون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه. امیدوارم که سر حال و قبراق اولین جلسه TNT رو با هم دیگه بهتر کنیم. خب سه دسته الان آدم جلوی من نشستن. یکی دانش آموزای قدیمی خودمون که از مرداد ماه تا پایان اسفند ماه همراه ما بودند. یه گروه از دانش آموزایی که جدیداً ثبت نام کردند و به ما پیوستند، به ارتش کاپیتان اردستانی بزرگ خوش آمدید. یه گروه از دانش آموزایی که هنوز دو به شکند و اتفاقا ممکنه مامانشون هم کنار دستشون نشسته باشه، پدرشون هم باشه. سلام به همه پدر و مادرای عزیزی که نگران تحصیل فرزندانشونن. خب شما اینجا باید انتخاب بکنید که میخواید به ارتش شما بپیوندید یا نه. ما قراره چی کار کنیم توی دوره TNT؟ ما برای کلاس هشتم 6 جلسه کلاس داریم و در این 6 جلسه قراره که یک سری از نمونه سوال‌های مهم رو با همدیگه کار کنیم با هدف آمادگی برای آزمون انتهای سال نوبت دوم. اما
اصلا سوالای ساده ای رو انتخاب نکردم چون دلم نمیاد. برای اون دسته از دانش آموزایی که حالا احتمالاً میخوان یک آزمون ورودی یک مدرسه ای رو هم شرکت کنن، برای اون دانش آموزایی که میگن آقا ما کتابو بلدیم، خیالم راحته که 20م رو میگیرم، عیب نداره، تو هم باید چیز جدید یاد بگیری. و این نمونه سوالات نمونه سوالاتی است چند منظوره و همه مطمئن باشن یاد خواهند گرفت. حسین جان، حسین آقا ادمین ماست، من صفحمو ندارم که من یک آماری هم ازتون بگیرم که کی به کیه، کدوماتون شاگرد من بودید، کدوماتون شاگرد من شدید، کدوماتون ممکنه بعداً دانش آموز ما بشوید. و این عکس، این عکس معروف، این عکس معروف دوستانی که با ما بودن میشناسن. من دستم هم حسین بیارم، این دست من همیشه با این دستم مشکل دارم. خب پدر بزرگ من کاپیتان اردستانی بزرگ، ابرمردی که ناشناخته موند در کشورمون، و البته ما به مدد کلاسایی که داشتیم تا حدود زیادی ایشون رو به ایرانیان و جهانیان شناساندیم. این عکسی رو که مشاهده می‌فرمایید، پدر بزرگ از چهره شبیه منه، احتمالاً الان تشخیص میدید کدومشون پدر بزرگ منه. کاپیتان اردستانی بزرگ، دانشمندی بزرگ بودن، بچه‌هامون میدونن، برای جدیدا میگم، سیاستمداری بی‌نظیر، هنرمندی بی همتا، ریاضیدانی بزرگ، جایزه نوبل گرفتنشون، جنگ جهانی دوم نوشته خط خود پدر بزرگ، اعزام به جبهه فرانسه 1941. آقا این عکس الان توی دنیا ترند شده، همین الان میگن که تو اوکراین که تشریف ببرید تو تمام سنگرها این عکس رو سربازا زدن، امید گرفتن و دارن الحمدلله کشورشون رو چیکار میکنن، یواش یواش آزاد میکنن. یعنی نگاه میکنن میبینن اینا چقدر باحال بودن، چه سربازای خوبی، و در رأس همه جدیت پدر بزرگ بهشون داره نیرو و انرژی میده. و در ادامه کلاس مجدداً در مورد پدر بزرگم و افتخاراتش با هم دیگه صحبت میکنیم. او حسین آقا گرفت باز کرد چتمون رو، مهدیه رو داریم، علی خانزاد رو داریم، اینا شاگرده قدیمی مونن، آفرین. سمین بابایی رو داریم، مهندس صفحی رو داریم، آزین یوسفی رو داریم، اویس رضایی رو داریم، تقریبا 500-600 نفر بودید و الان فکر میکنم زیادتر هم شاید شده باشید. عیدتون مجددا مبارک، بچه ها تبریک عید میگن، منم حقیقتا امروز میگفتم دلم برای عید تنگ شده و شروع میکنیم شمردن 11 ماه و تقریبا 15-20 روز دیگه عید دوباره ایشالله به انبیاء تبریک عید رو میگیم. دنیا سادات میگه من جدیدم، بهار مجلل هستش اینجا، مبینا بهرامی هست و و و خیلی از بچه های دیگه که چون با سرعت رد میشه نمیتونم بخونم. یه آمار میگیریم از تعداد دانش آموزایی که اینجا هستند. خب همه آماده باشید بذار آمارگیریمون رو قشنگ انجام بدیم. تمام کسانی که دانش آموز من بودند گزینه یک رو بزنند، فقط بقیه نزنند، بقیه دوستانی که تازه اومدن هیچی رو نزنند، دانش آموزای دوره جامعه ما گزینه یک رو بزنند، ببینیم چند درصد از حاضرین در این کلاس من رو میشناسند. مالکی زده من جدیدم، ابوالفضل عظیمی زده نماز روزتون قبول باشه، نماز روزه همتون قبول باشه انشالله، مرسی. خوب یاسین ملک علایی رو هم دارم میبینم اینجا. خب بچه زدید، خیلی عالی، 88% بچه آمون از شاگردان پیشین خودمون هستن و این اتفاق خوبیه، یعنی ما قراره با هم گل آخر رو بزنیم، یعنی حرفایی که من دارم براتون میزنم خیلی هاشو قبلا با هم مرور کردیم و شما با آرامش بیشتری سر کلاس ما خواهید بود. امیر مهدی کیانی زده من جدیدم، زهرا سپاهانیان زده سلام، رشته مدیریت هم درس میدین. زهرا تو پشت کنکوری هستی و من اینجا دنبال مدیریت میگردی؟ زهرا اینجا کلاس هشتمه، آره همه چی درس میدیم اینجا، همه چی در همه. زهرا ما هرچی که میگیم کنکوریش هم میگیم زهرا، پس اگر یک وقت پشت کنکوری هم دارید بیاید، هیچ مشکل نداره، توش لنگ میزنید گاهن. خب وقتی که صدر و منهای 88 بکنیم میشه 12% دانش آموزانمون جدیدن. یه آمار جدید میخوام بگیرم، دوباره از آقای محمدی تقاضا میکنم که صفر بکنند،
کسایی که با پدر و مادرشون نشستن همزمان نگاه میکنن گزینه یک رو بزنن. اونایی که الان یه نفری نیستن، مامانشون هم میگه ای ببینم تو این کلاس چه خبره، یا پدرش هم میگه ببینم چه خبره، جدی تر البته، بذار ببینیم چند درصد الان به اتفاق پدر یا مادر دارن کلاس رو نگاه میکنن. میلاد محمدپور زده استاد من 12 هستم، مطلبی برای من هست؟ میلاد اگه وقت داری آله مطلب برای شما هم هست، مطمئن باشید که خیلی از 12 تو اینا لنگ خواهند زد، اما تو ممکنه کار واجب تری داشته باشی میلاد جان، یه وقت درس خودت رو رها نکنی بیای بشینی سر کلاس ما. خیلی خوب، یه چیز عجیبی دارم اینجا میبینم. آقا درسته زدن 76% با پدر و مادرتون دارید الان کلاس رو نگاه میکنید، یا اشتباه زدید، یا اینکه آمار وحشتناک، یعنی الان همه پدر و مادر پای سیستمن، میتونید اصلاح بکنید. الان کسایی که با پدر و مادرشون دارن کلاس رو نگاه میکنن وقت دارن که اصلاح بکنن. آها نه تقریبا درست 73% شد. خب به همه پدر و مادرای عزیزمون سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سال نوتونم مبارک باشه، و انشالله که بچه ها به زودی امسال رو با موفقیت پیش رو میگذارند و خیال شما یکم راحت میشه. درصدمون اومد پایین، 62% شد. 62% از بچه هامون الان پدر یا مادرشون هم معمولا کنارشون جلسه صفر هستن. حالا ما قراره چیکار بکنیم تو جلسه صفر؟ ما جلسه صفر رو اینا نداریم، ما از اول جدی شروع میکنیم. همه کمربندا رو ببندید، ایشالله که همه تونم در ادامه ما رو چیکار میکنید؟ همراهی میکنید. ما تو کلاس هشتم 9 فصل داریم و 6 جلسه. ما قاعدتا برای هر 2 فصل باید بتونیم در 1.5 جلسه کارمون رو چیکار کنیم؟ حدودا جمع بکنیم. پس سرعت بسیار بسیار زیادی خواهیم داشت، اما هیچ مطلبی رو بدون توضیح رها نخواهیم کرد. حالا ابتدا به ساکن، یکی از بچه هایی که قبلا تو کلاسمون بودن رو حسین جان اگه زحمتی نیست وصل کن، یه صحبتی با هم بکنیم، یه حال احوالی به نمایندگی از بقیه با شما داشته باشم و کارمون انشالله شروع بکنیم. زهرا زده منم جدید هستم. روجان زده سلام استاد. روجان علی مرادی سلام روجان جان، ممنون از محبتتون. بعد اصل داوودی زده سلام استاد. علی برومندی بله، معصومه میرزا عسکری و همه اینا دوستانی هستن که خیلی هاشون رو ما قبلا اسمشون رو دیدم و بعضی هاشون هم یادم نیست، امیدوارم که شاگردای جدیدمون هم تو این لیست باشن. کسی رو داریم حسین؟ بچه ها درخواست بده تو کیفیت MD اونجا که زده مکالمه به استاد بزنید. ای کی بود اومد؟ سلام شاگرد عزیزم، چطوری خوبی؟ این صدا خیلی ممنون، مرسی. خودتو معرفی میکنی دخترم؟ محدثه سفری هستم. یه دقیقه صبر بدید. بچه ها محدثه سفری هستم. بزنید که صدام. محدث سفری از شاگردای خوبمون بوده. محدث سال نو مبارک، محدث طاعات و عبادات قبول. چه خبر محدث؟ محدث این حسین رحم نداره الان قطع اومدی نگار حسین قطع میکنه و اصلا نشی قطعت کرد یکی دیگر رو بده، اصلا رحم و مروت نداره این آدم. خب محدث چه خبر؟ سلامتی محدث. دوره قبلی اون 28 جلسه ای که کلاس داشتیم چطور بود؟ خوب بود یا استفاده کردی یا نه؟ بله عالی بوده. خیلی خوب، یعنی اگه الان امتحان بخواییم بگیرن ازت نمرت چند میشه محدثه؟ اگر بیدقتی نکنم. باریکلا محدثه، آفرین. پس اینجا رو خوب دقت کن که بلکه اگر سقف نمره یه دفعه شب میخوابن صبح اعلام میکنن فردا 25 مملکتم اینطوریه 25 بشی ایشالله، شاید هم 30 بشی. خدا رو چی دیدی؟ مثل اینکه یه دفعه گفتن مدرسه حضوری بشه همه چی ریخ به هم دیگه، الان همه دارن تو سر خودشون میزنن چی کار بکنیم. خیلی خوب، خب ما شروع میکنیم. پدر بزرگ من امیدوارم که شما از بچه ها راضی باشید و انشالله که مرسی مدرسه. او بچه ها ببینید، دوستانی که به ما پیوستن، ما چون زمان واقعا نداریم شروع میکنیم و در حینش با هم دیگه صحبت میکنیم. ما فصل اولمون عددهای صحیح و گویاست، فصل دوممون عددهای اوله.
من 24 5 تا سوال الان دارم، سوالای توپی که با هم دیگه حل میکنیم، همش هم حل نمیکنیم چون زمان نمیرسه، اما مطمئنا تو همین کاری که امروز انجام میدم تمام نکات رو براتون خواهم گفت. خیالتون راحته، راحته، راحت. هر وقتی هم که خواستیم سوال حل کنیم به حسین میگم آهنگ برامون بذاره. حالا بعضیا آهنگر خیلی خوششون نمیاد با صدای بلند بشنون، بیان اسپیکرشون رو کمتر بکنن. ما آهنگ میذاریم که یه ذره فضای کلاسمون رو شادتر بکنیم، نکنه که خوابت ببره چرت بزنی. خیلی هم عالی. و سوال اول حسین، آهنگامون رو برامون بذار. شروع کنیم دوتا رو همه حل کن. سوال آبکی ساده، سوال کف بازار، سوالی که تو امتحان شبیهش خواهی دید. البته این پایینی یکم سخته، یک کوچولو. حلش کنید ببینم، منم میرم که شما سوال رو ببینید. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر. خوب خوب بچه ها شروع میکنیم حل کردن، چون زمانمون محدوده خودم بیشتر حل میکنم و یه جاهایی هم البته به حسین میگم که وصلتون بکنه. فقط بیاید با هم دیگه قدم به قدم بریم، به خاطر اینکه از زمانمون نهایت استفاده رو ایشالله بکنیم. آقا این سوال سوال کلاس پنجم ششمه به خدا، ولی بماند که بعضی از بچه هامون دقت لازم رو ندارم. مشکل بحث اولویت هاست. اول داخل پرانتز رو باید حساب بکنی. داخل پرانتز اول اگر بخوای حساب بکنی چی باید اینجا بنویسیم؟ 5 منهای 8 منفی 3. خب اینجا هم 13 منهای 9 4. و بعد این کروشه خودش نقش یک، این دوتا منفی 2 ضرب در منفی 3 مثبت 6، 7 به علاوه 6 13. حالا اولویت با ضربه بچه ها. چه ضربی؟ این ضربه. خب شما مگه این تو 13 نشد؟ ببین 5 منایش منفی 3، منفی 2 ضرب در منفی 3 مثبت 6، 7 به علاوه 6 13. حالا اولویت با ضربه. من یه دفعه اینو می نویسم که ببینید چی شده. 17 منهای 5 ضرب در 4 منهای 3 ضرب در 13. پس حالا ضربش میکنی، 3 تا 13 تا 39 تا 5 تا 4 تا 20 تا 17 منهای 20 منهای 39. خب ببینیم این چی میشه. 17 منهای 20 با اجازتون میشود منفی 3، منفی 3 منهای 39 میشود منفی 42. بچه ها من اشتباه هم حل خواهم کرد، هم عمدن هم سهون. به عبارتی کاپیتان سوتی زیاد میده، شما حواستون رو جمع کنید. کسایی که موافقن و اینو فهمیدن کامله میگن آه ببین همین الان چی داره میگه، دقیقا ببین چی داره میگه. میگه که منفی 41 درسته. نه آقا منفی 41 چرا، اینجایی که سوتی ندارم، من گفتم سوتی میدم، شما سری دست پیشو گرفتی. ا 17 منهای 20 منفی 3، منفی 3 منهای 39 می شود منفی 42.
مهزاد کمالی زده که مهزاد درست داره میگه که بله استاد ما شاهد سوتیاتون هستیم. مهزاد از اردکان یزد با ما به از این باشید. همه کسانی که این سوال ساده رو فهمیدن گزینه یکو بزنن ببینن، یکو بزن ببینیم چی میشه. دنیا سادات زده ببخشید این کلاس برای من مفید است، من برای نهم تیزوشان درس میخوانم. دنیا به شدت برات مفیده چون من سوالایی که حل میکنم همه نکته داره، سوال بدون نکته حل نخواهم کرد، حالا خواهید دید، شک نکنید. اینجا یک کلاسیه که همه به یک اندازه ازش بهره مند خواهند شد. کسی که میخواد 20 بشه 20شو میگیره، کسی که میخواد سال بعد تیزهوشان شرکت کنه الان پایش رو برای اون قوی میکنه، کسی که میخواد توی یک مدرسه توی برای یک آزمونی امتحان بده نکات مهم اون آزمون رو اینجا خواهد دید و ما توی 6 جلسه میترکونیم. خیلی خوب، مثلا این نکتهش چیه؟ نکته این دستگرمی بود، هیچ نکته ای نداشت. برای اینکه شروع بکنی ترست بریزه، جا نزنی، نگی که وای چقدر سخته. اما حالا بعدیش نکته داره، بعدیش الان شما بیاد حلش کنید ببینم. همه اینجا نگاه کنید، نکته این سوال کجاست؟ این سوال ممکنه چند جور بشه باهاش برخورد کرد. من ساده ترین حالت رو میگم و نکاتش رو یادداشت کن فرزندم. اگر کسی میخواد بیاد روی خط با هم دیگه بحث کنیم، یکی بیاد روی خط با هم دیگه، با هم میبریمش جلو. اگه مشتری داریم بسم الله. این وسط یاسین میگه من پایینی رو حساب کردم، همین سوال من توی چلوش. سلام علیکم، حال شما؟ خوبین آقای ارنستانی؟ خسته نباشین. امیر حسین توی؟ امیر حسین توی؟ آره. چه خبر صابه؟ صابه هیچی، هوا گرمه. آره گرم کرد امیر حسین. بله. من توضیح میدم، فقط از چند تا سوال میپرسم برای اینکه با سرعتی بیشتری بریم جلو، قبوله؟ بله. خب. من این رابطه یک سری عدد رو نشون میده با یک نظم خاصی، یکی یکی بهشون چی شده؟ اضافه شده. ما به این میگیم یک دنباله. من اگر بخوام تعداد رو پیدا بکنم چیکار میکنم؟ باید بزرگتر منهای عدد کوچکتر کنین، تقسیم بر فاصله به علاوه یک. آفرین، همه یادداشت کنن. امیر حسین میگه برای اینکه تعداد اینو پیدا بکنم عدد آخر منهای عدد اول تقسیم بر فاصله عدد چند تا چند تا رفته بالا به علاوه یک. دمت گرم پسرم. پس تعداد این چی میشه الان؟ میشه 101. اولیش چنده پسر؟ 11. تا اشتباهات منو بگی. چند تا چند تا رفته بالا؟ به علاوه یک. به علاوه یک. خب توی ساوه 101 منهای 11 چند میشه پسرم؟ میشه 90. میشه کلن جوابش 46 دیگه. برو میریم بابا جوابش چی کار دارم تو. بیا قدم من بهتر به چی گفتم به دمیر حسین. من میدونستم تو میخواد جواب بگی، گفتم با استاد بیا جلو. چش. افتاد؟ من. آفرین آفرین، خوشونت هم داریم. 101 منهای 11 90 به علاوه 1 میشه چند؟ 91. بچه حالا فرمول بعدیمون هم داشته باشید. مجموع چی میشه امیر حسین؟ مجموع این اعداد چی میشه؟ جانم میگم باید تقسیم بر 2 میکردین. دوتا دوتا رفته بالا. وای خاک به سرم، وای خاک به سرم. اینا چند تا چند تا رفته بالا. آفرین. پس 101 منهای 11 میشود 90 تقسیم بر 2 45. 45 به علاوه 1 46. بذارم پاکونم پیدا بکنم. حسین من پاکونم هر کاری میکنم نمیاد. حسین من چیکار کنم؟ حسین پاکونم نمیاد. حسین پاکونم رو بهم بده. حسین آفرین. اومد پاکونم اومد. بیا. آها این میشود. سر کن بچه ببینید اینا حملات سایبری دشمنان اسلامه. بیاید. واه آقا من دارم اینو میزنم، چرا این الان میگیره؟ الان الان رو 91 خط بزنید بنویسید 46. دوست ندارم تو میخوای منو وادار به خط خطی بکنی. به سر 101 منهای 11 90 90 تقسیم بر 2 45 45 منهای چی؟ 46. پس 46 تا عدد دارم اینجا. برگردید پراکنده نشید، متفق بشید. مجموع چی میشه؟ مجموع میشه عدد آخر. بله عدد اول
تقسیم بر دو ضرب در تعداد دیگه. عدد اول به علاوه عدد آخر، این رابطه گاوس هست. توی سال هفتم خوندید. شما بیای دوتا عدد تو با هم جمع کنی، تقسیم بر تعداد کنی، عدد اول با عدد آخر رو جمع کنی، ضرب در تعداد کنی، تقسیم بر دو کنی. بعضی اینجوری میگن، میگن میانگین عدد اول و آخر ضرب در تعداد. یعنی این دوتا رو تقسیم بر دوش حساب میکنن، ضرب در تعداد میکنن. هیچ فرقی نمیکنه. پس من اگر بخوام الان مجموع اینو حساب کنم چی میشه بچه ها؟ مجموع میشود 46 تقسیم بر دو. عدد اول من 11. امیر حسین اینا رو خود حساب بکن بهم بگو. عدد آخرم 102. 46. آقای علیسانی 101. عجب آدمی هستی تو، تو میخوای به من اتهام بزنی که من حواسم پرته. تو فقط بیا. خب 46 تقسیم بر دو چند میشه؟ 23. 23 ضرب در 112. خب 23 رو ضرب در 112 کن ببین چند میشه. ماشین حساب ببین چه بلایی داره سرم میاد. ما دیگه جرأت نداریم بنویسیم 112 ضرب در 23. 25.76. بله موبایلاتون همه بغلتونه بزنید، ولی مهارت های محاسباتیمون کم شده. 3 2 تا 6 تا 3 1 3 تا 3 1 3 تا 2 2 تا 4 تا 2 1 2 تا 2 1 2 تا این می شود 6 7 5 2 2576. پرانتز اول را موفق شدم پیدا کنم. همه با ما انجام بدید. میریم سراغ دومیه. فرمولامو دارم. توی دومیه فقط میام حساب کتابم رو انجام میدم. برو برو پاک شوید، پاک شوید ای سیاهی ها. بریم سراغ دومیه. آقا دومیه تعدادم چند میشه برای دومیه پسر؟ میشه همون 46 دیگه. 100 آها 12 برای 102 میشه، میگه 102. شلوغ نکن، شلوغ نکن، شلوغ نکن پسر، شلوغ نکن پسر. دو تا دو تا رفته بالا، یک کم بهش اضافه میکنیم میشه 46. بعد میگه که مجموعش چند میشه؟ میگه مجموعش میشه 46 دوم اولی به علاوه آخری. خب اولی به علاوه آخری من میشود 114 ضرب در 23 چند میشه بسر؟ بودو دانش آموز 26 22 2622. 26 22 مگه اینا اصلا منها نشده؟ من. پس چی کار میکنم؟ میام میگویم 25 76 منهای 26 22. تو چند تا میشی؟ چند می شود؟ 22 اومنم که آن میشه منفی 46. آهان منفی 46 مطمئنی میشه منفی 46؟ خب من من جا به جا نوشتم دیگه، من جا به جا نوشتم. من باید 26 22 رو اول می نوشتم چون بزرگتر از اونه. بله حالا درسته. 26 22 25 76. آیا راه ساده تری نبود که من این همه کار نکنم؟ من پدر خودم رو در آوردم. البته توش چیز یاد گرفتیم، فرمولا رو یاد داشت کردیم، دو دفعه رابطه گوس رو با هم دیگه تمرین کردیم. آیا راه ساده تری امیر حسین به ذهنت نمیرسه؟ من باید یه فرمول من رفتم. وایسید گوش کن، همه به من گوش کنن، همه کسایی که دارن چرت میزنن به کاپیتان اردستانی بزرگ، به نوه اون مرحوم البته گوش کنید. بچه‌ها امیر حسین مهمون اومد، امیر حسین مهمون اومد، داره به مهمون بده، سری درو واکن بیا بشین. خب ببین اینجا همه گوش کنید، همه اینجا رو گوش کنید. بچه‌ها مگه این 46 تا نبود؟ اینم 46 تا نبود. بود. 11 منهای 12 میشه چی؟ منفی 1. 13 منهای 14 میشه چی؟ منفی. چند تا از این منفی 1 خواهم داشت؟ 46 تا. 46 تاست دیگه. ناگهان الان این دوتا اولی با هم میشه منفی 1، دوتا دومی با هم دیگه منفی 1 میشه. خب من 46 تا اینه، 46 تا هم اینه، 46 تا منفی 1 دارم. پس هی این منفی 1 هم که 46ه، 46 تا جواب من. من میتونستم اگه تو تست میدادن سریع ظرف 30 ثانیه بزنم منفی 46. حالا یه دوستمون یادتونه پرسیده بودش که ما کنکوریان به دردمون میخوره. باورت میشه بعضی از بچهای کنکوری به خاطر اینکه محاسباتشون مثل شما هی ماشین حسابی رفتن جلو،
بعد تو محاسبات یه ذره گیر میکنن، تو همین سوالا اعصابشون تو کنکور میریزه به هم دیگه. تو کنکور ما یه مبحثی داریم به اسم دنباله حسابی، یه مبحثی داریم دنباله نمیدونم هندسی، همیناست. شما اگه توی سال هشتم اینا رو محکم کار کنی، شک نکن که اونجا که رسیدی سال یازدهم که این مباحث و فصل اول کتاب خواستی بخونی توی حسابان یا ریاضی دو، کاملا بهش تقریبا مسلطی. مرسی حسین جان. آقای هندسمنی بگو پسر، فقط این 2622 رو باید جابجا کنید با اون 2576. خب من این کارو کردم قبل از اینکه تو بگی، من دیدم یادم نبود که منم این بزرگتره، من جابجا نوشتم، جابجا نوشتم و درست شد. قبوله؟ آه. مرسی بله. سلام بهش امیر حسین. حسین جان یه آهنگ خوشگل برام بذار، بچه‌ها برن سراغ سوال بعدی رو عمل کنن. سوال بعدی رو ببینیم کی برام حل میکنه. سوال بعدی رو هر کی حل، من اینو خودم حل نخواهم کرد مگر اینکه یک دانش آموز حل کنه. آیا کسی، آیا یکی زده استاد تصویر رو ندن، تصویر منو ندشی، اینو که داشتی که من از قصر رفتم کنار که تو اینو ببینی. بچه ها کسی، یکی زده که استاد چطوری میشه برای حل کردن درخواست داد معصومه میرزا عسکری. معصومه شما دو تا کیفیت داری برای دیدن کلاس، یکی HDه یکی MDه. MD همونی که تخت سیاه رو میبینی توش، تو کیفیت MD اگر بزنید کلاس رو ببینید، یه جا داره گزینه مکالمه با استاد، اونو که بزنید اینجا بچه‌هامون میبینن، آقای محمدی که ادمین کلاسمونه میبینه و تلاش میکنه که وصلتون کنه. چرا میگم تلاش میکنه؟ چون انقدر تعداد درخواست بعضی وقتا زیاد میشه که بعضی بچه‌ها میگن ما همیشه درخواست میدیم وصل نمیشیم. واقعا این اتفاق مهمه. بچه‌ها سوال قبلی رو من سوتی دادم و هیچکی، با امیرحسینم چونه زدم، هیچ کسی به من اعتراض نکرد. من هی به شما فرصت دادم، گفتم الان 5 نفر میان توی این سوتیایی هستش که همیشه وجود داره و شما دقت نمی‌کنید. ببین از اول درست بود، من چرا جای اینا رو عوض کردم؟ 2622 منهای 2576 که مثبت 46 میشه و من اولی 2576 بوده، دومی 2622 بوده، یعنی جاش درست بود، من الکی اینو عوض کردم. گفتم الان یه نفر برمیگرده میگه استاد چرا این عوض کرد، این که مثبت میشه. بله، پس یعنی در اصل این جواب دومی منه، این جواب اولی منه، این پرانتز دوم، این پرانتز چی؟ اول. حالا میشه منفی 46. این سوالی که الان داشتیم رو کی میاد حل کنه؟ اگر کسی حل نکنه خود من اینو حل نمیکنم. میشه تکلیفت برای جلسه بعد، یا مشتری داریم برای حلش یا نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم، ببینیم الان کی اینو حل میکنه، ببینیم برای این سوال الان کی میاد روی خط. منتظریم. سلام استاد. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبید. قربان شما، خودتو معرفی میکنی؟ من ملینا میرزایی هستم. بچه ها ملینا از دانش آموزان خوبمونه. ملینا چه خبر؟ چی سلام علیکم. ملینا از تهران بودی درسته؟ بله. آفرین ملینا، سال نو مبارک ملینا. ملینا راجع به این نظر درست و درمونی داری یا نداری ملینا؟ استاد من این رو صفر دست آوردم، چون اگه دقت کنید منفی یک برای منفی دو مگه نمیشه منفی سه؟ ببین چی ملینا چی داره میگه؟ میگه استاد عجب آدمیه این ملینا، میگه منفی یک و منفی دو میشود منفی سه. خب با سه بگو ادامه بده شما. بعد بیسم خب میشه صفر دیگه. پس این دوتا اگر من با هم جمعشون کنم میشود چی؟ تا اینجا میشود چی؟ صفر. حالا بعدش چی؟
بقیهش من چهاره، منهای پنج میشه منفی یک، منهای شیش میشه منفی آها، هفت، دوباره به میگه علاوه این هفت بشه منفی، ببین هشت. میگه این منفی یکه با این منفی شیشه میشه منفی هفت. عجب آدمیه، میگه پس با این هفته چه اتفاقی میفته؟ خونسا میشه مثلا صفر دیگه. یعنی دوباره اینم چی شد؟ صفر شد. خب ملینا داره یه چیزی رو میفهمه. ببین یه ستاش شده صفر، بعدن این یک دو سه این چهارتا دوباره چی شده؟ صفر شده و به همین ترتیب هی با هم دیگه میرن بالا. بنابراین ملینا چی به چه نتیجه رسید؟ ملینا به این نتیجه جواب صفر میشه. آها، ملینا نتیجه با یه الگو پیدا کرد که این داره صفر میشه، این دوباره داره با هم دیگه چی میشه؟ صفر میشه. بذار حالا مثلا الان بعدی رو بریم، هی اومده نکنه مثلا دو تا منفی دو تا مثبت، دو تا منفی دو تا مثبت. الان من اگه الان برم مثبت بعدین چند میشه؟ هشت منهای ده به علاوه یه چی؟ یازده. دوباره به علاوه یه چی؟ دو تا منفی دو تا مثبت به علاوه دوازده. شما می توانی اینم یه امتحان بکنیم ببینیم ملینا حرف تو درسته یا حرف تو درست نیست. بریم ببینیم. هشت منهای نه منفی یک، منفی یک، منفی یک منهای ده، منفی یازده. استاد اون دوازده جزو این الگوی اینان حساب نمیشه، میشه جزو الگوی بعدی. آره دیگه، این الان چی شد؟ این چهارتا هم جوابش چی شد؟ از بین رفت. چهارتا چهارتا. یکی میگه چرا اولیتون ستا بوده؟ چون اولیشو چی گذاشته بوده؟ صفر گذاشته بوده. ملینا فهمید چهارتا چهارتا اینا چند میشه؟ صفر. و چون تعداد من 100 تا دونه است میتوانم اینو به 25 تا چهارتایی تقسیم کنم، پس هر کدومش چون صفره حالا میتونه بگه آخرش چیه؟ صفره. یعنی من برام مهم بود که الگوشو پیدا بکنم. ببین من فهمیدم الگوام 4 تا 4 تا، این 4 تا، این 4 تا و این 4 تا، هر 4 تاش داره صفر میشه. بعدی میشه 12 منهای 13 منهای 14 به علاوه 15 دوباره صفر میشه. همینجوری که برم. و یه چیز خیلی مهمه دوستان من، همینجوری نمیگم صفر میشه. من دیدم عدد آخرم چنده؟ صده. پس عدد آخرم صده، یعنی توانستم اینو به 25 تا دسته کامل چهارتایی تقسیم کنم. حالا میتونم بگم که 25 تا صفر تا میشود صفر تا. مثلا اگه اینو 101 میداد دیگه حق نداشتم بگم صفر، که اون موقع قبلی های صفر شده بود، آخرین چون 101 بود مثلا جواب من میشد مثبت 101، چون توی 101 25 تا دسته کامل چهارتایی دارم و یه 101 دارم، یه عدد اضافه دارم. ملینا فهمیدی حرفای منو؟ بله. ملینا کلاس های دور قبل راضی کننده بود برات؟ استاد خیلی خوب بود واسه من. خب خدا رو شکر. یعنی تو الان 20 تا گرفتی همین الان، اصلا تو نگران 20ت نیستی. آفرین، سپاسگزارم. بچه ها کسایی که این سوال رو فهمیدند گزینه یک رو بزنم، من خیالم از این راحت بشه. این سوالی بودش که اگه حلش نمیکرد ملینا منم حل نمیکردم، میذاشتم بری یکم باهاش کلنجار بری جلسه بعد یا یه جلسه مثلا تمرین حل تمرین که گذاشتیم اونجا حلش میکردم براتون. خب میگن یه چیزی اشتباهه، سید عارف میگه که یه چیزی اشتباهه، میگه معصومه میرزا عسکری میگه که استاد من یه طوری حل کردم که جوابم شده 50. ملکا شاگرد جدید اونه فکر کنم، میگه من نفهمیدم. یه بار دیگه همه گوش کنید، یه بار دیگه همه گوش کنید، من اینو یه بار دیگه میخوام توضیح بدم. مرسی ملینا، سلام برسون. بچه یه بار دیگه اینو براتون توضیح میدم که همه اینو متوجه بشن. لطفا همه گوش کنید، میخوام یه ذره بهترم بگم که خیالم راحت بشه همه فهمیدن. ببینید بچه ها، من چهار تا چهار تا عددم رو اینجا مینویسم. صفر، اولی که نداره صفر رو میذارم. صفر منهای یک، الان یه ایراد کار در میاد یواش یواش گوش کنید. صفر منهای یک منهای دو به علاوه چی؟ سه. بعدی من چی میشه عملا؟ صرف منهای یک منهای دو به علاوه سه. اینا بعدی من چی میشه؟ چهار منهای پنج
منهای 6 به علاوه 7. خب بیا 4 منهای 5 به علاوه 6 به علاوه 7، بعدی چی میشود؟ 8، چون دوتا مثبت 8، منهای 9 منهای 10 به علاوه چی؟ 11. من دارم 4 تا 4 تا اینا دستبندی میکنم میبرم جلو. خب بعدی شما الان میتونید تشخیص بدید از چند شروع میشه؟ دوتا مثبت 12 منهای 13 منهای 14 به علاوه چی؟ 15. و همینطور هی میری چی؟ جلو. غیر از اینه مگه؟ خب ببین اتفاقی که میفته، چارتای اول داره میشه صفر، جمع اینا میشود صفر، بعدی منفی 1 با منفی 6 منفی 7 با 7، جواب این چند میشود؟ صفر. جواب این چند میشود؟ صفر. اینو امتحان بکنیم. 12 منهای 13 منفی 1 منهای 14 میشه منفی 15 به علاوه 15 چند میشود؟ صفر. پس من هر 4 تا 4 تا دارن چی میشود؟ صفر میشود. حالا یک دقیقه اینجا رو گوش کنید. شما وقتی که میای همینجوری ادامه میدی، آخرین دسته 4 تاییمون چی میشه؟ این مهمه. اینجا یک چیزی هستش که دوباره من نگفتم، برای اینکه ببینیم کس دیگه ای میاد وسط یا نمیاد وسط. خوب به من گوش کنید. شما 100 تا عدد اگر داشته باشی چه اتفاقی میفته؟ 4 تا 4 تا میتونی تقسیم کنی. من عددمو از چند شروع کردم؟ از صفر. پس عدد صدم من میشود 99. یعنی عدد آخر من 99، عدد یکی مونده به آخرم 99. قبلیاش دو تا عدد منفیه، 99 مثبت، قبلیاش دو تا عدد منفیه و اینجا یه عدد چیه؟ مثبته. و یه دونه صد هم تهش چی میشه؟ صده هم مونده. ما با ملینا رفتیم، توقع داشتم دوباره یکی بیاد اعتراض کنه. از 0 تا 99 دسته های من میشه 4 تا 4 تا. اینجا دوباره چه اتفاقی میفته؟ 96 منهای 97 منفی 1 با منفی 98 منفی 99 با 99 چند میشود؟ 0. این صده موند ته کار. چرا ما وقتی که گفتیم 0 هیچ کسی اعتراض نکرد؟ من چون 4 تاییامو از 0 شروع کردم، 99 آخرین یا صدومین عدد دسته های چهارتایی من بود، این صده تک موند بدبخت. پس قبلیاش همه شد صفر. پس کل این حاصل برابر چند می شود؟ صفر. برای 99 به پایین این صده مونده. صفر به علاوه 100 که مساوی چند میشه؟ 100. این یه سوال تستی بود که تو کنکورم بدن. به شما قول میدم که 40% از بچه ها درست جوابشو نمیدن. اینم از این. حالا معصومه میگه استاد من گفتم میشه 50 تا 2 تا 100 تا. آفرین معصومه، باریکلا. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعد. این خیلی سوال ساده ایه. خب این دوتا رو با هم دیگه، حسین بعدا آهنگ بذار، این دوتا رو با هم حل کنید، میادیمتون روی خط. بدوید ببینم. زمان نداریم، جواب اینا همه باید الان پیدا کرده باشن، هیچ کم نمیخواد بیاد روی خط. الان جواب این اولیه چند میشه؟ صفر. چرا صفر میشه؟ بچه ها به این 3 به توان 100 منهای 3 به توان 1، 3 به توان 100 منهای 3 به توان 2، قبول دارید یه جای این وسط ها میشود 3 به توان 100 منهای 3 به توان 100؟ چون این دومیه داره توانش اضافه میدیگه، میشه چند؟ صفر.
اینو پرانتزا بینه ضربه، وقتی که بین پرانتزات ضربه یه دونه صفر اینجا پیدا بشه کل حاصل رو چند میکنه؟ صفر. به همین سادگی. اما دومی رو ببینیم چی کار میخوای بکنی. دومی رو ببینیم چی کار میخوایم بکنیم. وارد کسرها شدیم. بچه ها دومیه کسی اگر ایدهی داره براش بیاد روی خط. یکی از ایده ها، ساده ترین ایده ها، مخرج مشترک گرفتن عددی که مثلا هم به 2 بخوره، هم به 4، هم به 8، هم به 16، هم به 32، هم به 64. یه ایده ساده اینه. حالا 7 رو فعلا ازم میذارمش کنار، یا میتونم 7 رو هم در نظر بگیرم، ولی حالا بیا اینم یکم به این میدم. خب عددی که به همه اینا میخوره میشود خود 64. خب 2 ضرب در چند شده؟ 64. 32. پس این 3 ضرب در 32 به علاوه 4 ضرب در چند شده؟ 64. 16. پس 5 ضرب در 16 به علاوه 8 چند برابر شده؟ 8 برابر. پس 9 ضرب در 8. کسی اومد یا نه؟ بعد میریم سراغ بعدی. 16 4 برابر شده، 17 ضرب در 4. نترس، انجام بده. 32 2 برابر شده، پس 33 ضرب در 2. 64 یه برابره، پس خود 65. اما 1 64 برابر شده، پس منهای 7 ضرب در 64. حالا شما میاد جوابای اینو پیدا بکنی. این میشه 96، این میشه 80، این میشه 72، این میشود 4 7 28 68. برو پی کارت. این میشود 66، اینم که 65. این 7 4 تا 28 تا 7 6 تا 42 تا با 2 تا 44 منفی 44. اینا رو با هم دیگه جمع کنی چند میشه؟ گزینه چند شده؟ سید عارف زده 0. 100 درصد درسته، 0. شما اینا رو با هم دیگه جمع بکنی، منهای 448 بکنی، میبینی که با هم دیگه مساوی هستن، صفر میشه. بعضیا تا اینا رو میبینه جا میزنه، اصلا دیگه قدرت حل کردن نداره، دنبال یه فرمول عجیب غریب میگرده. بچه ها پی دی اف این سوالا براتون وجود داره، بعضیا زدن میشه به صورت پی دی اف اون بدید، هم فایل بدون نوشتهش و هم فایل با نوشتهش. پس اینم از این. آقا اینو نگاه کن، اینو نگاه کن. میخوام بچه‌ای که نبودن، بچه‌ای که بودن این آب خوردنه، این برایشون هیچی نیست. اونایی که نبودن، کی الان جدیده اینجا؟ یکی از جدیدامون بیاد اگه بلده اینو حلش بکنیم. یاسین ملک علی زاده استاد، یعنی من بیام. آقا یاسین اگه بتونه امیر بتونه آقای حسین آقا وصلت کنه شما میای. بقیه سید عارف زاده من جدیدم. آریان اوروجی زاده ممنون. رضا بشیری زده سوتی دادید، خودت سوتی دادی؟ کجا سوتی دادم رضا؟ سوتی های منو بگید، من از شنیدن سوتی هام استقبال میکنم. یکی از معدود معلمایی که خیلی هم خوشحال میشه میگه نه میشه منفی 641 و امام میگن این بالایی منفی میشه. بچه جواب بالایی خودتون جمع و تفریقش رو انجام بدید ببینید چند میشه. همه جمع و تفریقش خودشون انجام بدن ببینیم چند میشه. آها پایینیه رو داره میگه یک بر روی 64. آها ای سلام علیکم، فکر کنم بالایی رو میگه، بالایی درست بود. خب کی هستی خود؟ اومدم برای بالایی همون که رضا بشیری هستم، گفتم سوتی بگیر. رضا بشیری چطوری رضا؟ رضا سوتی میگیری از استاد؟ رضا سوتی منو بگو ببینم چیه. من یه روش دیگه کلا کردم. آفرین. منم گفتم که خوب. همه اینها هر کدوم خودشون یک واحد کامل هستن، سه دوم یه یکی خودش داره. پس مثلا میشه 1 و 1 2. ببین چه کار کنار. ببین چه کار شش تا کلن یک شد. وایسا ببین رضا چی کار کرده. ببین چقدر خوبه کلاس اینجوری پویا باشه. رضا میگه من این سه دوم رو می نویسم یک و یک دوم، یعنی یک به علاوه یک دوم. پنج چهارم رو می نویسه یک به علاوه یک چهارم. نه هشتم رو نوشته یک به علاوه یک هشتم. 17 16 هم یک به علاوه یک 16 و بعد 33 32 و دیگه هیچی. چرا اینم همون یک به علاوه یک 32 و یه لحظه جابجا دیدم، اونم یک به علاوه یک 64. خب این هفته رو چی نوشتی؟
هفت منفی هفت. نهایت هفت. حالا بعدا اونم حساب کن. آره خب حساب کردیم که 6 تا 1 هست، پس میشه 6 دیگه. 4 5 6 تا 1 با یه دونه منفی هفته میشه منفی -1 تا اینجا. خب بعد چیکار کردی آقای آقا رضا بشیری؟ بعدش اومدیم همین 1 2 با ما و 1 4 ما 1 8 ما 1 تا آخر حساب کردم. آها 63 63 64 یعنی این شد 63 64 64م. خب بعد جوابش چی میشه؟ منفی 164. باریکلا آفرین. میدونی یک اتفاق بدی داره میفته رضا، ماشین حساب بغل دستته؟ آره. حالا اینو نگه دار، من میخوام یه چیزی رو بهتون بفهمونم. رضا بیا اینا رو بزن ببینم. 96 جمع بزن بی زحمت. 96 به علاوه 80 بله، به علاوه 72 بله، به علاوه 68 بله، به علاوه 66 یه لحظه از اول آره بیا نگاه کن. 96 80 72 تا کجا رفتی؟ الان منفی 488 65 هم نوشتی؟ 65 هم الان خب و منفی 488 چی میشه؟ منفی 41 منفی 40 میشود؟ چرا اینقدر عددامون داره مختلف هی شما جور و جور میشود؟ الان من اینو بگیرم منها بکنم جواب تو الان پیدا کردی منفی 162 چهارو. من گفتم صرف، هیچ کس هیچ اعتراضی نکرد. با ماشین حساب داری میزنی میگی که منفی 41 کدوم درسته رضا؟ دوستان من، یکی از ایرادهایی که توی این کرونا هم بهش دامن زده شد، شما دیگه با دست حساب کردن یادتون رفت و انقدر تنبلی هم کردیم هممون که دیگه حالا ماشین حساب هم میخواد دستت بگیری حالشو نداری. الان معصومه، الان دوباره با ماشین حساب زدم شد منفی 1. پس همین میشد. چرا وقتی که من زدم صفر هیچ کسی اعتراض نکرد؟ چرا هیچ کی اعتراض نکرد؟ تو تمام پیغام ها هیچ کسی یک دونه اعتراضم انجام نداد. برای اینکه منتظری محاسبه بشود و بعد همونو یادداشت بکنی. این کاریه که به شدت بهمون ضربه میزنه. خودت شروع کن حساب کتاب کردن. اینا رو هم اگر جمع میکردی باید به همین منفی 1 64 میرسیدیم. آره یه اشتباهی کرده بودم فکر کنم. ولی ما یه مشکل بزرگ بچه ها داریم، سوادشو داریم، دقت نداریم. علت اینم که دقت نداریم تمرین نکردیم. 3 ساله هیچ کسی ضرب دو رقمی در دو رقمی رو خودش انجام نداده. همه زدیم به ماشین حساب، همه با موبایل حساب کردیم و این بسیار خطرناک. مرسی رضا، ممنون از اینکه اومدی با قدرت. بچه این اتفاق باید همیشه بیفته. هیچ کسی به جوابی که پای تخته یا معلمت میگه یه جایی میبینه اکتفا نکن. خودت حل کن، حل کن. غلط خودت خیلی کمک میکنه تو یادگیری، حتی اگر غلط حل کرده باشی. خب اینو نگاه کنید بچه‌ها. ما مرسی رضا. بچه‌ها به اینا میگیم کسرهای تلسکوپی. یه مدل سوال معروفه که توی امتحان ترم دومتون نخواهند داد، اما یاد بگیر، کاری نداره. میدونید چیه بچه‌ها کسر تلسکوپی؟ اونایی که جدیدن، بچه‌های خودمون که میدونن. اختلاف این دوتا چنده؟ دوتا. صورتش هم چنده؟ دوتا. یعنی اینو میتونی بنویسی 1/3 منهای 1/5. باور نداری بیا حالا من این منهاشو بذاری کم پاک کنم که شما از دور اینو چیز دیگه نبینی. بیا منهای 1/5. 5 1 5 تا، 3 1 3 تا، اختلافش میشه 2 5 هم 3 5 تا 15 تا. ای چه جالب. پس اینم میتونم بنویسم 1/5 منهای 1/7. همینجوری میرم جلویی آخریه میشه 1/31 منهای 1/33. حالا چی کار میکنی؟ یکم که دقت کنین تویا همه با هم قرینن، از بین میرن. چی میمونه تهش؟ 1/3 منهای 1/33. خب مخرج مشترک اینا رو چی میتونم بگیرم؟
چیزی که به جفتش میخوره 33. آقا یه 3 شما چند برابر شدی؟ 33 شده 11 برابر، پس اونم 11 برابر. شما چند برابر شدی؟ شده ضرب شده 33 1 برابر، پس اونم 1 برابر. جواب انتهای من میشود 10 33. دوستان من به این میگن کسر تلسکوپی. چرا؟ چون من میتونم یه جوری مثل تلسکوپ اینا که تو همدیگه میره همدیگه رو پوشش میده بازش میکنم، هر این وسطی ها همه یکی در میان مثبت منفی شده که جوابش در نهایت شد 10 33. کسی این که اینو فهمیدن گزینه یک رو بزنن. ولی یکی الان زده 1/3، الان یکی زده 1/3. ببینیم ایراد داره کار ما، آیا ایراد وجود داره؟ 1/3 منهای 1/5 آخر 1/33 منهای 1/33 تمام این تویا با هم دیگه خط میخوره، 1/3 منهای 1/33 مخرج مشترک اینا 33، این 11 برابر شده، اینم 11 برابر میشه، این 1 برابر میشه، اینم 1 برابر میشه، 11 منهای 1 میشود 10/33. 88% فهمیدن. 88% برای این سوال به تو کلاس ما عدد خوبی نیست. ما باید همیشه بالای 92-93% همیشه بفهمن. علیرضا پیری زده یه بار دیگه توضیح بده. علیرضا یه بار دیگه توضیح میدم. همه به من گوش کنید. یک بار دیگه میخوام براتون چیکار کنم؟ توضیح بدم. آقای علیرضا خان پیری، این مدل کسرا اینطوریه که شما اختلاف این دوتا دوه، بالاش هم دو رو میبینی. یعنی تو مطمئن داشت این اگر 1/3 رو منهای 1/5 بنویسی حاصلش میشه این کسره. امتحان کن. 5 1 5 3 1 3 منها بکنی میشه 2/15 یا همین. اینم میتونی به سهم بنویسی، چون این اختلاف بالا وجود داره. دو تا با هم فاصله دارن، بالا هم دوه، اینم میتونی بنویسی مثبت 1/5 منهای 1/7. همین کارو کردم. آخری هم چی میشه علیرضا؟ 1/31 منهای 1/33. حالا یکم که از دور میای بهش نگاه میکنی میبینی ای چه جالب، این تویا همه قرینه همه، این دوتا با هم میرن، این با بعدی، این نظم وجود داره. چیزی که میمونه فقط اولی و آخریه، 1/3 منهای 1/33 که حاصل میشود 10/33. قبوله؟ خیلی خوب. مریم روشن ضمیر، تو سری قبل اینا رو کار کردیم، الان مریم نباید بگه من نفهمیدم. یه دفعه بشین فیلماشو نگاه کن، هنوز رو پنلتون هست، تا آخر خرداد تمام دورتون براتون وجود داره. ولی برای اینکه بهتر بفهمید دومیه رو با هم دیگه حلش میکنیم. اینجا نگاه کنید همه رو، من میخوام دومیه رو براتون چیکار کنم که یکم سخت‌تر و پیچیده‌تر حل کنم که انشالله کامل کامل بفهمید. ببینید، من دلم میخواست که اختلاف این دوتا بالا باشه. 5 ضرب 58 اختلافش چنده؟ 3 هست، ولی بالا 3 رو نداره. پس یه کاری میکنم، میگم آقایون دعا، شما بی زحمت بیاد من شما رو با یه فاکتورگیری جدا بکنم. شما به درد من نمیخوری، من دلم میخواست شما چی باشی؟ 3 باشی. پس میشه 1 5 ضرب 8. از دو فاکتور گرفتم اصطلاحاً، 1 8 ضرب 14، تا آخرش 1 32 ضرب 35. فاکتور گیری یعنی چی؟ یعنی این دویی که تو تمام این کسرا انگار ضرب شده بوده، دوه رو بیرون یه پرانتز میذارم، میگم تو تک تکش انگار بعدن اگه دلم بخواد میتونم ضرب کنم. حالا این دوره تو این ضرب کنم میشه این دوره تو این دومیه ضرب کنم، این درست میشه. دوره تو این سومیه ضرب کنم، چون این دوه مخرجش یکه دیگه، صورت در صورت، مخرج در مخرج میشه خود این. بیا بعضیا میگم نمیفهمیم، 2 ضرب 1 / 5 ضرب 8 چه اتفاقی میفته؟ دوه میره بالا، 5 ضرب 8 میمونه پایین، میشه این. بگید خب شما برمیگردی میگی آقا من به شرطی میتونستم تلسکوپی بنویسم که اختلاف پایین توی صورت وجود داشت. خب اختلاف اینا چنده؟ 3 هست. من با اجازتون یه 3 توی صورت ها همه چیکار میکنم؟ ضرب میکنم. یکی میگه آقا به چه حقی داری این کارو میکنی؟ میفهمم من حق ندارم این کارو بکنم، اما برای اینکه مشکل شما هم حل بشه، از دست من ناراحت نشید،
میام یه یک سوم اینجا چیکار میکنم برای اینکه سه ها از بین بره این ور، حالا یه یک سوم هم تو کل این پرانتز ضرب میکنم. با این یک سومه اثر کار نابخردانه خودم در ضرب یک سه در صورت اینا رو از بین بردم، چون من حق ندارم سر خود یه چیزی ضرب کنم. اما حالا این سه ای که ضرب کردم با این یک سومه، چون یک سوم تو تک تک اینا ضرب میشه، سه پایین با سه بالا با هم دیگه ساده میشه. تا اینجا پس من دارم یه کاری میکنم، اختلاف پایین کجا دیده بشود؟ بالا. یک سه تا سه تا و الان درست شد. حالا تلسکوپیه با حاله، این دو یکمه باشه، این پرانتزم باشه، حالا این یه سوم بچه خوبیه اون ور باشه، چی کار میکنم دوستان من؟ اینو می نویسم یک پنجم منهای یک هشتم. چون اختلاف این دوتا پایینی یا بالا وجود داره، میتونم بنویسم یک پنجم منهای یک هشتم. بعدی رو چی بنویسم؟ بذاریم منهاش هم درست بکنم که شما چسبیده نبینید. بچه من بدخطم دیگه، هم میگم یک هشتم منهای یک یازدهم، بعدی یک یازدهم منهای یک چهاردهم، همینجوری میره آخرش میشود یک سی و دوم منهای یک سی و پنجم. اینجا تلسکوپیه کار میکنه، اینجا میگه آقا ببین منفی یک هشتم با این یک هشتم میره، منفی یک یازدهم با این یک یازدهم میره، تمام اینا میرن. چی میمونه الان؟ یه دو یکم اینجا از قبل بوده که فاکتور گرفته بودم، داخل اینجا میمونه یک پنجم منهای یک سی و پنجم، یه دونه یه سوم هم بود که الان یه سوم رو میتونم بنویسم این بر، فرقی نمیکنه تو ضربه. من اگر جواب اینا رو پیدا بکنم حاصل این پیدا شده. خب یک پنجم منهای یک سی و پنجم و شما میایی میگی میشود هفته منهای یک شیش سی و پنجم. من حاصل این دیگه زشته، من بخوام دوباره بنویسم یک سوم ضرب در دو یکم، اینو مخرج مشترکش اگه سی و پنج بگیرم میشود شش سی و پنجم. حالا شما میتونی یه ساده هم بکنی، این سه با این شیشه ساده بشه بشه دو، صورت ها تو هم، مخرج ها تو هم، چار سی و پنجم. ایشالله که جایش سوتی ندادیم، ولی شما اگر خوب اینو فهمیده باشیم یه دفعه دیگه خودت باید بتونی اینو چیکار کنی؟ حل کنی. خیلی خوب، یکم آهنگ براتون امیر دوستم حسین، امیر حسین چند وقت نیومده، هی به حسین میگم امیر حسین، به امیر حسین میگم حسین، حسین برامون یکم آهنگ بذاره بنویسید. و اونایی که یه ذره شک دارن که خوب یاد گرفتن یا نه، فیلم آقا ما اینو بچه‌ها ثابت شده دیدن فیلم کاملا یاد میگیری، فیلم ها همش توی پنلتون موجود خواهد بود، برید ببینیم چیکار میکنید. دل خونه دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه، وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب. خب بچه ها چون زمان نداریم اینو خودتون حل کنید، این چیه که مثلا ما بخوام، حالا اینم حل میکنم، خودم حل میکنم، برای اینکه اونایی که دیگه میخوان خیلی سوال ساده، ولی شما باید الان زودتر از من به جواب برسید. ببینید الان من اینو بخوام حلش کنم چیکار باید بکنم؟ اولین کاری که میکنم میام یک منهای 3 4 یعنی اینو پیدا میکنم، حاصل اینو دیگه تو پرانتز اولویت منه، یک یکم منهای 3 4، بعضیا زرنگ اینو مینویسن 4 4 منهای 3 4 که جوابش میشود یک چهارم، چهار یکی چهارتا، یک ستا ستا، یک چهارتا هم چهارتا. پس جواب اینو پیدا کردیم یک چهارم، کلاس سوم یا چهارم. بعد تقسیم دارم، منفی سه چهارم تقسیم بر یک چهارم، تو تقسیم دارم یادآوری میکنم دومیه معکوس میشد و ضرب میشد، ضرب در چهار یکم میشه که جواب این با این خط میخوره میشود منفی سه. پس من موفق شدم کل این کروشه رو پیدا بکنم منفی 3.
حالا صورت من چی میشه؟ یک منهای منفی سه. این شد کل این صورت. پایین رو بیام چیکار کنم؟ حالا زرنگی میکنم. یک رو مینویسم چی؟ چهار چهارم. چهار چهارم به علاوه منفی سه چهارم. بچه ها قبول دارید میشود یک چهارم؟ چهار چهارم به علاوه منفی سه مثبت در منفی منفی. چهار منهای سه میشود یک. یک چهارم. آیا قبول داری یک اگر روی یک کسر بذارم انگار دور در دورش که بکنم چه اتفاقی میفته؟ انگار کسر معکوس میشه. چهار یکی چهار تا یک یکی یکی. پس یک بر روی یک چهارم میشود چهار. پس اینم میشود یک منهای چهار. خب حالا بالا چند میشه؟ الان بالا یک منهای منفی سه میشه یک به علاوه سه چهار. پایین یک منهای چهار میشود منفی سه. ببین اینا سوالاییه که دیگه شما باید اگر کسی حالا این سه شوید میخوام درست کنم خراب میشه. درست سه مثلا سه بذار درست شد. الان بعضی اعتراض میکنم میگم استاد شما سه تون ایراد داره. چهار صفر. یعنی شما کاری که انجام بده باید جرأت کنین و یه دفعه حل کنین. خیلیاتون جرأت الان به جرأت میگم یه سری ها نشستن فقط من حل کنم بعد یادداشت کنن. بعد من غلط حل بکنم یا درست حل کنم میگه استاد حل کرد تموم شد دیگه فهمیدم. در صورتی که تا خودت حل نکنی نفهمیدی. باور کن خودت تا حلش نکنی کامل متوجهش نشدی. شک نکن. بریم کسایی که اینو فهمیدن گزینه 1 رو بزنن ببینیم. کسایی که اینو فهمیدن گزینه 1 رو بزنن. من یه دغدغه‌ای دارم که وقت کسی نشه که تو اینا گیر باشه. بماند که این برای سال 4 ها برای سال کلیتش برای سال 4 ها بعدا شما حالا تو 6 ام منفی مثبت بهش اومده چی شده؟ اضافه شده. خدا رو شکر 92% فهمیدن. آ میگه که استاد منفیشو نذاشتید. راست میگه. چون پایین منفی میشد میشود منفی. از این منفی ها اینقدر من زیاد نمیذارم. یعنی منفی هم قبول کردم من نظرمشو. سوال نکته دار. سوال چی؟ نکته دار. اینو حلش نمی کنم چون اینو توی دوره جامعمون حل کرده بودم. اینو میسپارم بچه های دوره جامعمون برن یه نگاه بندازن. اونایی که جدیدن ببینن چی کارش بکنیم بهتره. جلسه بعد براتون کامل توضیح میدم. خودت برو یه ذره رو این فکر کن. این سه نقطه یعنی همینجوری تا بی نهایت داره چی کار میکنه؟ تکرار میشه. اینو بذارید برای خودتون. از این سوالای مسئله ای خیلی مهمه. این سوالای مسئله ای هم مهمه هم پرتکراره هم توی آزمون ها میاد هم توی هر کتاب تستی که باز کنی تست های مختلفی از اینا وجود داره. خب حسین یه ذره آهنگ گوش بذارید بچه‌ها یکیشون بیاد اینو با هم دیگه اولی رو حل کنیم. روزگارم بهار شیرازه خدا هم به قلبه. مشتری اگه داریم بیاد سریع با هم دیگه حلش کنیم. یکی ذره چه منفی برای سه میشد. کسر اگر یک مخرجش هم منفی باشه منفی رو پایین نمیذاریم. منفی رو میذاریم کنارش یا میذاریم بالا. یعنی منفی چار سه ومی جاخت نیستیم چار به روی منفی سه. منفی رو میاریم بالا میذاریم. خب کی میاد اینو با هم حلش بکنیم؟ سوال خیلی قشنگ و زیبا و مهمیه. چه عددی به صورت و مخرج کسر دو سوم اضافه کنیم تا حاصل برابر کسر سه دوم شود؟ سلام استاد. سلام فرزندم. چطوری؟ خوبی؟ خوبم خیلی ممنون. خودتو معرفی میکنی؟ من رضا بشیری هستم. رضا بشیری پارتی پیر فامیل حسینی تو فکر میکنم. رضا دوبار میای. رضا از کجا هستی؟ رضا بگو برای بچه ها بدونن. از ایلام هستم من. باریکلا ایلام گرم شد رضا احتمالا. آره یا نه؟
خوبه، هوا خوبه الان، ای گرم خوبه. مثلا. آفرین رضا، رضا از اون بچه های درجه یک و کار درست خودمونه. رضا من اینو چیکار کنم؟ میگه چه عددی به صورت مخرج کسر دو سوم چی اضافه کنم که حاصل بشه سه دوم، چیکار کنم به نظرت؟ ما اول میایم این سه دوم رو به یه عدد تبدیل میکنیم که به دو سوم مخرجش با همدیگه برابری کنیم، مثلا مثل 6 یا 12. خب یعنی رضا داره یه حرفی به من میزنه، کاملا هم درست میگه، میگه من سه دوم رو بیام مثلا چیکارش بکنم، بنویسم یک به علاوه مثلا چی؟ نه. آه خب بگو، تو بگو. مثلا بنویسیمش که زبر مثلا سهش بکنیم، یعنی بشه 9/6. بله خب این 9/6 بعد چیکار بکنم الان؟ اونم بنویسیم که دو سوم به علاوه ایکس مساوی است با 9/6. بعدش الان دیگه به یه عددی دیگه باید ما پیدا کنیم، 9/6 منهای دو سوم کنیم تا ایکس دیگه به دست بیاد. بچه ها من رضا یه جای کارش غلطه. رضا من یه کار دیگه میگم بکنیم. بچه ها اینو نگاه کنیم، رضا بیام یه کار دیگه بکنیم با هم، بگو موافقی یا نه. چون اونی که داری بگی تو داری به کل کسرمون یه چیزی اضافه میکنیم. سوال من اینه، مگه نگفته به صورت و مخرج این یه عدد اضافه کنم؟ بچه‌ها ببین چه راحته، یه عددی یکسانی رو، یه ایکس رو هم به صورت اضافه میکنم هم به چی؟ هم به مخرج. مگه نگفته به صورت و مخرج کسر دو سوم یه چیزی اضافه کنید؟ پس یه ایکس به بالا، یه ایکس همون به پایین، قبوله؟ بله. میگه حاصل برابر چند میشود؟ سه دوم. نکته، این نکته رو همه یادداشت کنید بچه ها، با طرفین وسطین کردن معادله کسری را می توانیم خطی کنیم، حالا با این عنوان. حالا یعنی چی؟ من معادلم کسریه، برای اینکه بتونم حلش کنم طرفین وسطین میکنم، یعنی میگم دو رو توی این ضرب میکنم، دو ضرب در دوی به علاوه ایکس مساوی است با سه رو این تو ضرب میکنم، این اینجا اومد تو این ضرب شد، این اینجوری بمبای میگیم طرفین وسطین کردن، یه اصطلاح قدیمی همه بلدن، سه در سه به علاوه ایکس حالا شد یک معادله معمولی. رضا الان اینو چجوری حلش کنم این معادله رو؟ الان می‌نویسیم که 9 به علاوه 3x اون خب بذار ضرب کنیم اول به این میگیم ضرب خرچنگی، دو دو تا 4 تا 2x تا 2x تا 3 سه تا 9 تا 3x تا بعد 3x. حالا x ها یه طرف، عددا یه طرف. خب من x ها رو بیارم این بعد چه اتفاق؟ x ها بذار اینو ببرم اون ور، این مساوی رو میذارم 3x اون وره، این 2x که بره اون ور میشه منفیه 2x، این 4 این وره 9 بیاد این ور میشود منفیه 9 5. خب حالا جوابش 4 منهای 9 میشه چی؟ منفیه 5. 3 تا خر منهای 2 تا خر، چند تا خر میشه رضا؟ یه خر. عددی که من به صورت و مخرج این اگر اضافه بکنم حاصل و برابر سه دوم میکنه منفی 5. باور نمیکنی؟ بیا اضافه کن. بله. تو به جای ایکس بذار 2 منفی 5، به جای ایکس به جای 3 بذار منفی 5، بالا میشه منفی 3، پایین میشه منفی 2 که شد 3. این یه سوال معروفه که به وسیله معادله حل میشه. معادلت هم معادله کسریه که با طرفین وسطین کردن خطیش میکنی، این دوره تو جفت پرانتز ضرب میکنی، این سر تو داخل پرانتز ضرب میکنی، بعد معادلت رو مینویسی، مجهول ها و یه طرف، معلوم ها و یه طرف. کسایی که اینو مرسی رضا، مرسی. کسایی که اینو فهمیدن گزینه یکو بزنن ببینن، کسایی که اینو فهمیدن گزینه یکو بزنن، باریکلا 90% تقریبا گزینه یک رو زدن، 89% فهمیدن. یه بار دیگه میگم ببینید، میگه به صورت چه عددی به صورت مخرج دو سوم اضافه کنیم، یعنی یه عدد یکسان رو هم به صورت اضافه کنم هم به مخرج. خب من اون عدد رو نمیذارم، اسمش رو میذارم ایکس دیگه، کلاس هشتم معادله بلده. میگه حالا میشه سه دوم،
معادله شاید برات یکم جدید باشه، معادله ای که این ور x پایین تو مخرج بالا x داره، با می توانید دو طرف تساوی را تو هم دیگه طرف این وسطه این کنید، 2 در 2 به علاوه x مساوی 3 در 3 به علاوه x. خب حالا 2 رو میام ضرب میکنم، 2 تا 4 تا 2 ضرب در x، 2 x تا 3 تا 9 تا، 3 ضرب در x، 3 x تا x ها یه طرف، این 2 x میره اون ور میشه 3 x منهای 2 x x، 9 میاد این ور 4 منهای 9 منفی 5. همه فهمیدن؟ درصد بزنید ببینم چند درصد، 1 رو بزنید. هر وقت اگه همه فهمیدن گزینه 1 بزنید ببینم فرقی میکنه یا نمیکنه. گزینه 1 بزنید ببینید فرقی میکنه یا نمیکنه. باریکلا یکم بهتر شد اوزا. حدود 90 درصد فهمیدن. بله. دنیا سازت میگه استاد اینجاش نکته داشت. تمام مسئله هایی که من انتخاب کردم نکته داره تقریبا. یعنی شما هر مسئله رو که خوب یاد بگیری کلی مسئله شبیه اون رو میتونی حل کنی. این سوالا بیاد با هم نگاه کنیم. میگه کسری مساوی 34.51 پیدا کنید که تفاضل سو، تفاضل یعنی منها، منهای صورت و مخرجش 27 باشه. کسی اگر هست بیاد با هم دیگه حلش کنیم. اگر کسی پایی هست بیاد این سوال با هم چیکار کنیم؟ حل کنیم. یک کس که با این مساوی باشه اما اختلاف صورت و مخرجش بشه چند؟ 27. کسی میاد یا نمیاد؟ کسی میاد یا نمیاد؟ خودم میرم، وقت نداریم. بچه اینجور سوال اول اینو میام ساده میکنم. 34.51 جفتش به 17 تقسیم میشود، ساده میشود، میشود 2/3. یعنی تو اینجور سوال کسرتو اول باید کاملا چیکار کنی؟ ساده کنی. کسر ساده شده تو توی تناسب میگی صورت مخرج، اینم تفاضل صورت و مخرج. خب دوستان من صورتمون چنده الان؟ 2. مخرجمون چنده؟ 3. مخرج منهای صورت الان چند میشه؟ 3 منهای 2 تفاضل یعنی منها میشه چند؟ 1. حالا اومده میگه کسر واقعی من تفاضل صورت و مخرجش چنده؟ 27. یعنی 1 اگر بشه 27 چند برابر شده؟ 27 برابر 3 هرم ضرب در 27 میکنم، 3 تفتا 21، 3 دوتا 6 تا 2 تا میشه 81، 2 هرم ضرب در 21 میکنم میشود 42، ضرب در 27 کردم شد 42. کسر من چنده؟ 42.81. بچه ها 42.81 همون 34.51 میتواند باشد، یا همون چیه؟ همون 2/3، همون 2/3، منتها با این فرض که اختلاف صورت و مخرجش چقدر میشود؟ 27. آیا موافقید؟ الان اینی که من نوشتم به نظر شما کاملا من دارم درست میرم؟ الان یک نفر نباید الان اینجا به من یکی ذریعه جاش غلطه. آقا یک ضرب 27 شده، اینا من ضرب در 21 کردم، 2 ضرب در 27 باید بشود فرزندانم. چرا من اشتباه میکنم؟ هیچ کی چی نمیگه. میشود 54. 2 تا 27 تا 54 تا، پس با اجازهتون اینم میشود چی؟ 54. البته بعضیا خودش گفتن اینجا، دنیا سادات گفته، پویا گفته، احمد صالحی گفته، بعد خیلی های دیگه گفتن، رضا بشیری فقط زده سوتی تو روح رضا، آدم به استادش میگه سوتی، میگه استاد یه جاش اشتباه کردین، جناب استاد یه کوچولو اشتباه کردین. خب چند درصد اینو فهمیدن؟ این سوال سوال قشنگی بود و معروفن، اینا سوالایی که شما همیشه خواهید دید تفاضلشون. بعضی وقتا میگه حاصل جمع صورت و مخرج مثلا 5، مثلا شما جمع میکردی اون موقع به جنگ تفاضل کنی مثلا با هم جمع میکردی. حسین چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه وقت داریم، یه مسئله دیگه میتونیم حل کنیم. بچه به فصل 2 نرسیدیم، فصل 2 رو یه شنبه هفته بعد با سرعت بیشتری با هم دیگه چیکار میکنیم حل میکنیم، اما الان با این میتونیم اینجا این بحث رو جمع کنیم. این خیلی سوال قشنگیه. میگه که تمام کسرهای معادل با کسر 78.204 را بیابید به طوری که صورت آن بیشتر از 100 و مخرجش کمتر از 600 باشد.
من اولین کاری که باید بیام بکنم، بیام این 78 204م رو بیام چیکار کنم؟ ساده بکنم، به ساده ترین صورت ممکن تقسیم کنم. خب من همینجوری الان میدونم که جفت اینا قطعا به 6 چیه؟ میخوره. خب بذار ببینم، مثلا حالا من نمیخوام بیار 78 به 6 ساده میکنم میشود چند تا؟ 13 تا. 204 اگه به 6 بیام ساده بکنم، 204 تقسیم بر 6 بکنم 3 6 تا 18 تا، 2 تا میشود 34 تا. یعنی این کسرمو که اومدم کوچیک کوچیکش کردم شد 13 34 که دیگه جور دیگه ای ساده نمیشود. خب نکته قشنگ اینه تمام کسرهایی که با این برابرند رو میتونم چجوری بنویسم؟ 34 صورت و مخرجشون ضرب در یک عدد یکسان باشه. این 13 نوشتم 34. ببین تمام کسرهایی که با این برابرند دیگه بزرگ شدید، از x نترسید. میتونم بنویسم 13x بر روی 34x، یعنی ضرب در x. یعنی شما همه دو برابر کن، تو دو ضرب کن، همه توی سه ضرب کن، میشه 39 بر روی 3 تا 34 تا، تو 5 ضرب کن، 13 ضرب در 5 34 ضرب در 5. تمام کسرهایی که با این برابرند، کسرهای مساوی که با این برابرند، میتونم بنویسم 13x به روی 34x. قبوله؟ حالا چی به من گفته بود؟ میگه من میخوام طوری باشه که ببینم چند تا دونه کسر میتونم این کار انجام بدم، به طوری که صورتش از 100 بزرگتر، این از 100 بزرگتر باشه و مخرجش کوچکتر از 600. شما اگر الان بخوای بیا این رو حلش بکنی، به اینا میگیم نامعادله. اصلا ترس نداره، مثل معادله حلش میکنم، میگم 13 ضرب در x میخوام از 100 بزرگتر باشه. میگه دو طرفشو بیا به 13 چیکار کن؟ تقسیم کن. خب چه اتفاقی میفته؟ این ور با این ور میره، x بزرگتر میشود از 13 تا. چند تا دونه؟ اگه 8 بذارم از 100 میزنه بالا. شما 100 رو به 13 الان تقسیم بکنید ببینید چند میشه. 100 رو به 13 تقسیم بکنید شما الان خودتون. بیا شما اگه 100 رو الان به 13 تقسیم بکنید، عادت کنید با ماشین حساب حساب نکنید، اگه 7 بذارم میشه 91. 7 3 تا 21، 7 1 91، باقی مانده چند میشود؟ میشود 9. ممیز یادتون رفته، میگم توی 90 تا چند تا 13 تا، دوباره میشه 6، میشه x بزرگتر از 7 ممیزه 6. تقسیم کردن و تقسیم اعشاری رو باید یکم مرور کنیم. صورت هم مخرج هم گفته از 600 باید کوچکتر باشه، یعنی 34 ضرب در x باید از 600 چی باشه؟ سوال خیلی زیبا و یکم سخته ولی یاد میگیرید راحت. خب اینجا میام همه رو به چی تقسیم میکنم؟ به 34. شما 600 رو به 34 تقسیم کنید چند میشه جوابش؟ 600 رو به 34 تقسیم، حسین برای من میزنی 600 به 34 چند میشه؟ حدودی، چون میخوام دیگه خودم تقسیم نکنم. 600 تقسیم بر 34 میشود 17 ممیز تقریبا 6 دهم. خب حالا نگاه کنید اینجا رو، یعنی از اینجا نتیجه میگیرم x من کوچکتر از 17 ممیز 6 دهم. بیاید اینجا اینجوری فلش میزنم، x کوچکتر از 17 ممیز 6 دهم. چه جالب، یه سری عدد باید پیدا کنم که از 7 و 6 بیشتر باشه، از 17 و 6 چی باشه؟ کمتر باشه. چیا میشه؟ 8 9 10 برو برو تا 17. عدد من باید صحیح باشه. از 8 تا 17 چند تا عدد میشه؟ 17 منهای 8 میشه چند؟ 9. یه 1 بهش اضافه کنیم میشه 10 تا. من 10 تا کسر دارم که با این مساویه، با اون مساوی عملا، و صورتش از 100 بزرگتره و مخرجش از 600 کوچکتر. خب یکی میگه کسرام چی هست؟ بیا کسراتون الان من براتون اینجا می نویسم.
کسرها رو الان اینجا براتون چیکار میکنم بچه ها مینویسم. بفرمایید به جای این 13 x یه دفعه بیا چی بذار؟ 8 رو بذار. 13 ضرب در 8 پایین هم 34 ضرب در 8. یه دفعه بیا چند رو بذار؟ 9 رو بذار. 13 ضرب در 9 رو جوابش رو پیدا میکنید. 34 ضرب در 9 همین جوری که بریم میشه چند تا کسر؟ 10 تا. چرا 10 تا شدن؟ من صدام گرفت چون اعداد بزرگتر از 7 و 6 اولین عدد صحیح بزرگتر از 7 و 6 چنده؟ 8. اعداد کوچکتر از 17 و 6 اولین عدد صحیح کوچکتر از 17 و 6 چنده؟ 17. از 8 تا 17 با انگشتات میتونی بشماری؟ یکیش هم میتونی بگی 17 منهای 8 9. یک واحد همیشه اضافه میکردیم میشه 10 تا. اینم یه سوال خیلی معروفیه که خیلی جاها خواهید دید و امیدوارم کامل اینا رو یاد گرفتید. ما جلسه صفرمون تموم شد. ما توی جلسه صفرمون اومدیم تلاش کردم انواع سوالهای متوسط و پیچیده، بعضن پیچیده ای که ممکنه توی فصل یک باش برخورد بکنید رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ مرور بکنیم. پی دی افی که الان شما اینجا میبینید هم نوشته هاش رو براتون میذارن هم خالی شد. یک سری سوال هم داریم از فصل دوم. لطفاً برید اون سوالای فصل دوم رو هم یه نگاه بندازید که من جلسه بعد سریع اینو حل کنم. بعضیا میگن که آقا ما یه چیزایی رو نفهمیدیم. طبیعیه. بچه‌ها باید یاد بگیرید توی سیستم‌های آنلاین از امکاناتی که براتون فراهم کردن و بی دلیل نبوده استفاده کنید. فیلم این کلاس تا آخر دوره برای شما باقی خواهد بود. شما لطفاً اگر میخواید خوب خوبی مطالب رو بفهمید یک بار دیگه وظیفه داری فیلم رو بشینی چیکار کنی؟ نگاه کنی و مطمئن باش با دیدن فیلم کاملاً تمام مطالب رو یاد میگیری و خودت هم یه بار بشین اینا رو حل کن. بدون حل دوباره اینا ما مطمئن باشیم که اتفاق خاصی نمیفته. شما هم مطمئن هستید. بعضیاتون تقسیم اعشاری یادتون رفته. ما نمیتونیم توی این 6 جلسه همه اینا رو بشینیم یاد بدیم. خودتون یه حرکت بکنید. من صدام گرفت. ما رمزونم از هیچی هم نمیشه خورد. اینجا از شما خداحافظی میکنم. به امید دیدار. خدا نگهدار. تا جلسه بعد. میبینمتون انشالله. مرسی.